سر درد نمی آورد. ولی راجع به ائمه اطهار و اصحابای کرام و مثل امام حسن، امام حسین، حضرت علی علیه السلام، هیچ شخص مسلمان، چی سنی، چی شیعه، هر کسی که هست، امکان نداره که عقیده به اینا نداشته باشه و 100% عقیده دارن و هیچ شخص مسلمانی نیست که از اینا تقاضای کمک نکنه. نه. ولی تقاضای کمک به شکلی که شما درست برای مردم توضیح نمی کنه آقای علایاری. دوی شما به یک شکل توضیح میکنیم برای مردم که نیگه آقا مستقیم مثلا از امام حسین کمک بخواین. امام حسین خودش بنده خدا بود. ما مستقیم جانم جانم ببینید شما از خط مخالفین زنگ زدید. در اصلش باید بگیم یا امام حسین به برکت روحی تو. نه ما از خود امام حسین علیه السلام میخواییم. امام حسین یا امام حسین شما مثلا از من کمک میخواییم و من میگی 100 دلار به من بده. منم از امام حسین علیه السلام رزق میخوام، روزی میخوام، طول عمر میخوام. از امام حسین علیه السلام شفای مریض خود را میخوام. از امام حسین علیه السلام به هدایت اولاد خود را میخوام. هیچ کدامش اشکال نداره و عبادت نمیکنم. اون چیزی که اشکال داره عبادت کردنه. اشکال که هیچ عین دینه، عین دینه، عین تعظیم اهل بیت علیهم السلام. قرآن کریم فرموده واستعین کریم فرموده صبر و صلات اهل بیت علیهم السلام هستن. ما از اهل بیت علیهم السلام کمک میخوایم. دیگر شما اگر مشکلی دارید اون شکل صحیحش شما عمریه میخواید ما رو نه بیدید. نه مشکل ببینید آقای علایاری بله. شما یک لحظه اجازه بدید من بله. صحبت اجازه میدید صحبت کنم بفرمایید. من ببین آقای علایاری در این باره که شما دارین صحبت میکنین مستقیم نمیشه. چرا نمیشه؟ مستقیم من از شما من بهش بگم که یا امام حسین تو ما رو شفاعت کن یا به بهشت ببر یا به جهنم ببر. خب کاری نداریم که چرا نمیشه؟ حالا علت شما از من جان من به برکت روح تو، به برکت کراماتت، به برکت اون شهادت که شهید شدی. ببین جان من عذر ما رو پیش خداوند بکن. چرا از خودش نمیشه؟ کدام آیه قرآن آمده، کدام حدیث پیغمبر آمده که نمیشه از خودش خواست؟ چرا نمیشه از خودش خواست؟ شما از برادرت، از همسایت کمک میخوایی. حضرت عیسی علیه السلام از حواریون کمک میخواد، اونا شرک نیست. من از امام حسین علیه السلام شرک کمک مستقیم میخوام. نمیشه. چرا نمیشه؟ دلیلش چیه؟ چرا نمیشه؟ تمام اماما، تمام زیارت ها، تمام مردم مریض مبارن. شما یک لحظه معذرت میخوام، اجازه میدی؟ شما جان من چیز من به شما صدای تلویزیون پایین بکن اول. من به شما یک بار گفتم پایین کن. ما اجازه میدم به شرط اینکه سوال مرا جواب بده، چیز دیگر نگو. ادعا کردی که از امام حسین علیه السلام مستقیما نمیشه چیزی خواست، توضیح بده که چرا نمیشه خواست. چرا؟ دلیلش چیه؟ به دلیلی نمیشه که ببین اون زاده خداست، اون بنده خداست. خب شما هم بنده خدا هستی، شما زنت هم بنده خدا هست. از زنت کمک میخوایی چه اشکالی داره؟ من از زنم کمک میخوام، ولی کمک چطوری؟ خب من از امام حسین ببین این که کسی بنده خدا باشه این دلیل نمیشه که شما ازش کمک نتانید بخوانید بخواهید. ببین بنده خدا همه گی بنده خدا هست. دکترم بنده صبر کن جان من. دکترم بنده خدا اجازه بده صبر کن. صبر کن. دکترم بنده خدا هست، پیغمبرم بنده خدا هست. از دکتر اگر کمک بخوایی بله اشکال نداره، از پیغمبر بخوایی اشکال داره. چرا اشکال داره؟ دلیلش چیه؟ اگر بله دلیلش به ما توضیح بدین. بله میگه بنده خداست، همه گی بنده خداست. بله ببین دلیلش اینجاست، ببین دلیلش اینجاست که ما در این نه ما تمام همه خوب مذهب اهل تشیع، خوب خود مردم اهل تشیع از این کمک خواستن. هرچه اکثر مردم مثلا در بیمارستان در هر جایی میریم وقتی میگه ما کمک از امام حسین میخواییم، از حضرت ابوالفضل میخواییم، از امام رضا میخواییم، خود همون دکترها بر میگردن میگن آقا شما کمک از اونا میخواییم که شما رو چیکار کنن. ببین دکترها من حرف دکتر اون شاید او یک دکتر بیدینه. نه 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 اون دکتره که این حرف را زده صبر کن. اون دکتر من از شما حرف دکتر را نخواستم. اون دکتر بیدینه. دکترهای متدین که برید میگه برو شفایت از امام رضا علیه السلام بخوان. اون دکترایی که دیانتدار هستن اونها وقتی که میگن که ما دیگر نمیتونیم انجام بدیم، ببر مریضت را پیش امام رضا علیه السلام، ببر کربلا ببر. لذا اون دکتر گفته. تو پیروی دکتری یا پیروی خدا و پیغمبری؟ دکتر گفته که از امام رضا علیه السلام کمک نخواه. تو پیروی کی هستی؟ بله دکتر گفته. دیگه این عقل جماعت وهابی که دکتر گفته از امام رضا علیه السلام کمک نخواه. ببین
خداوند متعال به اهل بیت علیهم السلام این قدرت را داده که شما هر جای عالم باشید صدای شما را بشنوند. دلیل لازم میخواهید؟ دلیلش آیه قرآن، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون. هر جای عالم که باشی خدا تو را میبینه، اما تنها خدا نمیبینه، پیغمبر و ائمه اطهار علیهم السلام هم میبینن. پس اونها میبینن. من الان اینجا نشستم میگم یا مرتضی علی مدد، یا شاه مردان مدد، یا حیدر کرار مدد، جانم به فدای علی اصغر شما سلام الله علیه. وقتی اینو میگم امیرالمومنین علیه السلام میشنوه، این قرآن کریم این را میفرماید. میگم یا رسول الله دستم را بگیر. این را کی این قرآن کریم میفرماید؟ پیغمبر میشنوه. آیا میتونه کمک بکنه؟ بله. اون پیغمبری که یک اشاره کرد ماه دو پاره شد. اون قدرت، اون با قدرت بدن خود این کار را نکرد. بدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ظاهر بله مرده، اما روح پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زنده است. ماه را دوشق کرد به قدرت روح خود و همون روح همین الان زنده است و همین الان میشنوه صدای مرا. لذا از او کمک میخوای، کمک میکنه. امیرالمومنین علیه السلام حاضر و ناظره. دروازه قلعه خیبر را که با یک اشاره دو انگشت کند با قوت بازو نبود، با قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه ولیکن به قوت روحانیه. دروازه قلعه خیبر را که کند با قوت ایمان خود کند، قوت روح خود کند. اون قدرت روح موجوده. من در شرق عالم باشم، غرب عالم باشم، روح امیرالمومنین علیه السلام مرا میبینه، هم میتونه کمک بکنه. حالا چه مسئله دنیوی باشه چه اخروی باشه هیچ فرقی نمیکنه. بله میگه مسئله دنیوی، من از مسئله دنیوی را هم میخوام، از رزق میخوام، اولاد میخوام، طول عمر میخوام، هدایت میخوام. مشکلی دارم در ادارات، میگم یا امیرالمومنین شما کمک بکنید مشکل من رفع بشه. همگی مشکلات خود را از خود امیرالمومنین علیه السلام مستقیما میخوام. و قرآن خدا هم فرموده بخواید از اینا، واستعینوا بالصبر والصلاه. صبر رسول خدا، صلات امیرالمومنین علیه السلام، صلات امام عصر علیه السلام. گفت از اینها کمک بخواید. فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال بکنید. سوال در زبان عربی نه این که پرسش بپرسید. بله معنای فاکتم و عبا چیست؟ معنای این نیست. سوال، سوال یعنی طلب کنید. در زبان عربی سوال اعم از طلب فهم و طلب عطا هست. طلب کنید از اهل ذکر. اهل ذکر کی؟ اهل بیت اطهار علیهم السلام، اهل رسول خدا صلی الله علیه و سلم. من از اونها طلب میکنم. خدا گفته از اونها طلب بکنم.